آقا محمد حسن، بله، یه سوالی داشتم. در خدمتم. در خدمت این؟ خب باریکلا، خدمت از ماست. به نظر تو چرا علی بابا لوگوش رو عوض کرد؟ نمیدونم. نمیدونی چرا ریبرند کرد ها؟ تو هم نمیدونی. آره. پس با هم بریم قسمت جدیدو ببینیم. ها. بریم. خوشو بریم. داره فان توش بر از ولای. عدالت داره ویدیوهامون، چیزی میگیم که میدونیم رو حساب و قانون. یه بر آقا فری و یه بر احمد رضا و یان یوتیوب کیف کنیم چند وقت یه بار. بهت میگم چرا یوهی تبلیغی بود. سلام. پس قسمت جدید بولد شو. خوش آمدید. احمد رضا. جان. میخوایم این قسمت چی رو بررسی کنیم؟ میخوایم بریم سراغ ریبرند لوگوی علی بابا. اصلا چی میشه که یک برندی مثل علی بابا لوگوش رو عوض میکنه، ریبرندینگ میکنه، کل اون مسیری که تا حالا طی کرده رو یه تغییر خاصی میده و ادامه میده؟ کلن ریبرند کردن شرکت ها زمانی اتفاق میفته که بخوان یه خدمت جدید رو بگن، یا بخوان کلن داستانشون رو عوض کنن، یا بخوان شرکتشون رو در حقیقت اسکیل اپ کنن و توسعه بدن. مسئولین علی بابا حرفشون اینه که توی این سالها علی بابا خیلی بزرگ شده، تغییرات چشمگیری کرده، توی همه این مسیرها همینطور بزرگتر شده، بزرگتر شده، بزرگتر شد، به یک نقطه رسیدن که لازمه که یک لوگوی داشته باشن. نه خب بگو. یک لوگوی داشته باشن که به قول احمد رضا واسه شون نقطه عطف باشه، ساده باشه، جهان شمول باشه. یعنی تمام اون ویژگی‌هایی دارن رو بتونه توی اون لوگوی خودش نشون بده و کلن مسیرشون رو این مدلی پیش ببرن. بریم ویدیوی تغییر لوگوشون رو ببینیم، ببینیم که علی بابا چه کرده. همه رو دیوونه کرده. اتوبوس، خیلی کلن موشن، کلن خیلی فنیشون داری. کلن هکیج ریبرندینگشون عالیه. سر عوض کردن این کارکترشون ما علی بابا داریم. علی بابا داریم. به به مبارک. مبارک به سلام. آقا مبارک باشه. مبارک باشه. مدل های مختلف باشه. باری کلا به بچه های علی بابا. واقعا باری کلا. دوستان علی بابا توی این پکیج ریبرندینگشون یک چیزی رو معرفی کردن، یعنی بیان کردن به اسم آرکتایپ. گفتن آقا آرکتایپ ما یک جادوگره. یعنی میخوایی یه ذره بگی آرکتایپ چیه اصلا؟ میخوایی بگیم که آقا آرکتایپ یا به زبان فارسی کهن الگو یعنی چی؟ میخونم واسهتون. کهن الگوی برند یا آرکتایپ احساسات، رویدادها و نوع شخصیت‌های داستانی هستند که دارای صفات و ویژگی‌های خاص هستند که برند رو تعریف می‌کنند. با استفاده از آنها میتوان متوجه شد که برندها می‌خوان چه چیزی را به اجرا در بیاورند. مثلا شخصیت برند گوگل و CNN دانا هستش. خب کوکاکولا خودش رو یک فرد معصوم معرفی می‌کنه. آرکتایپ علی بابا چیه؟ میگه من جادوگرم، میرم چیزای جدید رو اکتشاف میکنم، تحول میکنم، آره، مسیر جدید رو باز میکنم، واسه خودم همینطوری نوگرایی میکنم، اون سبک زندگی که میسازم رو خودم زندگیش میکنم. راجع به تگلاینشون صحبت کردن، گفتن که تگلاین چیه؟ یک جمله‌ای که یه مقداری میشه گفت شعار یک برنده، یعنی اسلوگان یک برنده، حرفیه که اون برند میخواد بزنه و بر اساس اون مسیرشو بره جلو. آدما فکر کنم میشتمنش یاد اون برنده میفتن. دقیقاً. توی این ریبرندینگ علی بابا یه تگلاین هم اضافه کردن. علی بابا همسفر هر سفر. یعنی هم میگه سفر که هر سفر. آره، میگه تو هر سفری هر که بری سفر. من همراه اون تو هستم. هم سفر تو هستم. هر سفر مثلا نقل مکان کردنه فکر کنم نیست. نه نه. هر سفر. هر جایی، هر مدل تحولی داره. اتفاقی توی برند جدید علی بابا افتاده، خیلی میخواسته مسیر نشون بده به نظر من. یعنی من چیزایی که واسش نوشتم که این بود که راه حل های نوآورانه، حالا توی توضیحاتش هم به این اشاره کرده، فرصت های جدید
سفر کردن، حالا هم نقل مکانه، و یه فرم پویایی که انگار داره جاهای مختلف میره. اگه دقت کرده باشین تو لوگوش هم شبیه به فلش هست. و نکته جالبی که داره اینه که کل بیس رنگ لوگو زرده، اما این قسمت آخرش رو نگاه بکنید نارنجیه. چرا این کارو کرده؟ این داره نشون میده که این یه مسیری رو داره طی میکنه. و این فرم A که اون عقب ثابت هست به معنی اینه که این فرمی که علی بابا قبلا داشته ثابت مونده و دنبال اینه که از اون فرمه بره توی جاهای مختلف و مسیرهای جدیدی رو کشف کنه و بسازه. باریکلا. رنگ زردش حالا مخصوصا با این فرم یاد چی میندازه تو رو؟ من حقیقتا اصلا اینو یه جایی خوندم، خیلی باش موافق نیستم، ولی خوندم که این لوگو خیلی میتونه با یک ذهن سختگیر شبیه لوگوی مکدونالد باشه. ولی خب این اتفاق تو همه ریبرندینگایی که تو ایران اتفاق میفته هست. خب بریم برای خدافظی، فقط قبلش سوال همیشگیمون رو بپرسیم. سوال همیشگی که نه، سوال پایانیمون رو بپرسیم. خب. به نظرت کلن توی ایران این فرآیند ریبرند کمپانی‌های مختلف خوبه، بده، چطوریه؟ ببین ریبرندینگ ها توی ایران به نظرم انواع مختلفی داره. معمولا اونهایی که از سمت اکوسیستم استارتاپی ایران میان حرفه‌ای انجام میشن یا شبیه به حرفه‌ای انجام میشن، ولی اونهایی که نزدیکترن به اکوسیستم استارتاپی بیشتر، یعنی حالت خصوصی تر دارن و سالم‌ترن، تیمشون جوان‌تره، هم پویاتره، فکر کنم ذهنشو خیلی بهتر کار میکنه و خیلی ترندتر و مدرنتر کار میکنه. بنچمارک میکنن، مطالعه میکنن، اصلا میفهمن که آقا مخاطب یعنی چی، چه محتوایی باشون بدیم. دمشون گرم، علی بابا خیلی خوب بود. خیلی من آره. من واقعا لذت بردم. آره. حالا محمد حسن میای تو؟ بیا اینجا. بیا میخوای بشینی رو پای من یا خوبی شد. دایت. ای خدا. محمد حسن جان، نظرت راجع به بولد چیه؟ ها؟ عالیه. باریکلا. ما زورت کردیم که اینو بگی. باشه. خب دیگه همین دیگه تا یه قسمت دیگه. آها اونجا نکن، خدافظ.